нисфи рӯзи бистуи июн чандин мошинҳои махсуси неруҳои амниятии русия бинои бозори новоясевскийро иҳота карданд намояндагони пулис ва нерӯҳои росгвардия садҳо корманди ин бозорро дар саҳни бозор қатор гузоштаву ҳуҷҷатҳояшонро тафтиш карданд аз наворҳое ки дастраси радиои озодӣ шуд дида мешавад ки теъдоде аз муҳоҷиронро низомиён рӯи фарш ва даст ба пӯш хобондаанд ҳарчанд мақомоти интизомии русия феълан дар бораи ин амалиёт گزارش رسمی نداده اما گفته می شود یک هدف آن پیدا کردن مهاجران به و افراد تحت جستجو می باشد. به هنگام رید همچنین تلفن بعضی از مهاجران تفتی شده است. به نقل شاهدان نیروهای امنیتی همه دکان ها و حتی آنهایی را که بسته بودند کشوده از نظر گذراندن تا اینکه مبادا کسی پینه نشده باشد. روزهای اخیر ها در بازارهای روسیه بیشتر شده است. اخیران همین گونه تفتیش در مسکوی نو در حدود سوخوزی مسکووس که برگزار گردید. نشریه دوکس خبر می دهد که هنگام رید کارگران را به بیرون برووردن و به با بازپرسی شروع کردند. بعد این بعضی از آنها را به ماشین های پولیس سوار کردند. یکی از کارگران از هوش رفته است. نیروهای امنیتی او را در چونین حالت در کوچه گذاشته رفته اند. قبل از این پولیس در بازارهای یک فروشی سنگ پیتربور ریدها انجام داده در مجموع حدود پنجه مهاجر را بازداشت کردند. ریاست ویلویتی وزارت کارهای داخلی گفت که مقامات بعد قضیه هفته گذشته چونی سنجیش ها را آغاز کردند. در این حادثه دو مهاجر یک شهروندی خارجی را مجبورند به ماشین سوار کرده از شهر بیرون برده لطو کوب و غارت کردند. همزمان نیروهای امنیتی ماشینهایی را که شهروندان خارجی اداره میکردند تفتیش نمودند در مجموع در جریان رید کارمندان پلیس قریب 250 چنین ماشینها را سنجیده اند مقامات روسیه بارها از قانون شکنی مهاجران ناراضیگی کرده ده ها نفر را اخراج کردند اما بعضی از مهاجران این حرف را قبول ندارند و میگویند حتی در حالت درست بودن سندها و یا با قانون شکنی خرد آنها را رو از روسیه خارج میکنند و گفته مهاجران تفتش و اذیت و اخراجی مخصوصا مهاجران تاجیک از روسیه بعدی حمله به کراکوس زیاد شده است.